به نام خدا. سلام بچه ها، یه نمونه دیگه سوال امتحان نهایی رو میخواییم با همدیگه موشکافی و تحلیل کنیم. سوال خرداد 99. جرگیر نشین، خرداد 99 که مخصوص بچه های خارج از کشور بوده و حتما این سوالات میتونه برای شما مفید باشه و پیشبینی سوالات رو کنین که توی امتحان مخصوص خود شما هم میخواد ارائه بشه. بریم کار امروز رو با همدیگه دنبال کنیم. شماره یک اون دیگه سبک ها شدی که فهمیدین دیگه، حتی شماره دو ببین پشت سر هم یه جور درستی نادرستی و بعد پشت بندش هم عبارت مناسب رو مثلا پر کنید دیگه. جواب های کوتاه برای سوالات نسبتا متوسط و متوسط به پایینی که از شما میپرسه. مثلا الف، آقا نمودار تابع x به اضافه 2 توان 3 با 2 واحد انتقال نموداری به سمت چی چپ؟ کار با x مخالفه، از روی میخواد کار انجام بدی چون x هاش به اضافه 2 شده، شما باید خلاف کار کنی، یعنی بعد x هاش رو دوباره بکشی به سمت چی عقب. پس معنیش اینه که دو بار به سمت چی باشه؟ چپ دیگه. دو بار به سمت چپ اوکی هست، مشکل خاصی هم نداریم. اگه اینجا x منهای 2 بود میگفتی کار با x مخالف، منهای 2 شده، شما دو بار میگفتی به سمت چی راست، شکل تابع چی x رو دیگه. پس الف جمله‌ای که اینجا به کار برده چی هستش؟ درست، کلمه رو کامل بنویسین، درست نادرست قشنگ درست با توی پاسخ نامه‌نویسین برام. پس الف رو دیگه بحثش تموم شد. بریم قصه داره. تابع منفی x دو به اضافه 2 x رو بازه منفی بینهد تا سه اکیدن سعودیه. رسم تابع درجه رو حدودن برای خود انجام بدیم میفهمید آسان چی هستش. ببینیم الف رو که زدیم بحثش چی؟ درست، اون هیچی، اون تابع شد. بعدی تابع فکس شما این تابع درجه دوه، منفی x دو به اضافه چنده؟ 2 x. مهمترین نقطه اون x چی هستش؟ رسمه منفی به دعا دیگه. منفی به دعا رو شما اینجا اجرا کنی، منفی بی منفی دو برابر آ منفی دو یک، یه سهمی رو به پایینه، چرا؟ چون ظریفش منفیه، اینجا رو به پایینه و اینجا هم چنده؟ ایکس چنده؟ یک. ایشون داره میگه از منفی بی نهایت تا سه، منفی بی نهایت یعنی از سمت چپ بیا تا سه، بقیهش هست بشه، اینجا سه هستش. روشن شد؟ میخوام برم سعودیه. آره سعودیه، ولی بعد یک چی میشه؟ نزول میشه. پس این اتفاق نمیتونه بیفته دیگه، میگیم غیر یک نواس. جمله ای که تو قسمت ب به کار برده میگیم چی هستش؟ نادرست هستش. اوکی، بریم قسمت پ ببینیم چی میگه. قسمت پ میگه آقا تابع اف توی نقطه آ پیوسته است، آنگاه در نقطه مشتق پذیره. این جمله برعکسش درسته، این اصلا نادرسته. براش مثلا نقض هم میشه آورد، یعنی میشه تابعی رو مثال زد که وصل باشه، پیوست باشه، اما مشتق‌پذیر نباشه، مثل نقطه های گوشه و اینا وصلن ولی شکستگی دارن، یعنی شیب راست و شیب چپش رو با هم هماهنگ نیست، مساوی نیست، یعنی مشتق ناپذیرن دیگه. پس برای قسمت پی من یه مثال نقض بذارم، جمله‌ش هم که میدونیم چی، جمله نادرستی هست دیگه. اینجا رو بنویسم نادرست، بعد مثالمون این که آقا مثلا این شیب راست و چپ دارا مثلا بکشیم برای شما، یه دونه برای این ور و یه دونه مثلا برای این ور، یه نقطه‌ای دارم اینجا وصله ولی شیب ها مثلا شکستگی داریم و مشتق‌پذیر نیستش دیگه، تموم شد رفت دیگه، اینم هستیم. ولی برعکسش گفته مشتق‌پذیر بوده، حتما مرحله پیوستگی رو رد کردی اومدی جلو. بریم قسمت ت. آهنگ متوسط، آهنگ متوسط میدونی اف بی منهای اف آ تقسیم بی منهای آ هستش. بعد میگه این شیب خط قاطع، جمله کاملا درست، مشکل نداریم. آهنگ لحظه شیب خط مماس باید باشه. چی میگوزیم؟ اف فریم دیگه، فریم یعنی شیب خط مماس. پس آهنگ لحظه تقریب با شیب خط مماس در نقطه چی برابرن؟ خب منطقیه دیگه، جملهاش کاملا کاملا درسته. پس یه خوردم موشکافی کنم. پس این ت رو ما چی میدونیم برای شما؟ ما جمله ای درست میدونیم دیگه. چجوری شد؟ ببینید اگه تابع داشته باشی این مدلی، فرض کنیم تا اینجا اومده باشه، نقطه اول آخر داشته باشی، اینی که وصل کنی بیاری بذاری اینجا تا نقطه آخر، اینجا نقطه آ باشه، اینجا نقطه چی باشه؟ بی باشه، مختصاتش اینجا ای باشه و بی به عنوان طولها، اف ای یعنی مقدار ایگرگش، اف بی به عنوان مقدار ایگرگ این داشته باشیم، وقتی میگیم آهنگ متوسط، شما میگی برابر است با اف بی منهای اف آ تقسیم بر چی؟ بی منهای آ، تفاضل اعصاب تفاضل طولها، یعنی شیب خط قاطع. شیب خط قاطع یعنی تابعی که خطی که اول آخر اون بازه رو چیکار میکنه به شما، برای شما وصل میکنه تو اون تابع دیگه. این تابع بعد این ادامه داشته باشه، کاری با اصلا ادامه اوناش ندارن، نقطه اول آخر شما مثلا چیکار کردیم به هم وصل کردیم، ببینید خط قاطع. اما اگه آهنگ لحظه ای مثلا از شما خواستیم، شما میگه آقا مثلا تو کدوم لحظه؟ اینجا یه خط مماس میزنی برای من، این مدلی میگه این شیبش میشه برای شما آهنگ
لحظه ای که چی باشه؟ میگیم اف فریم تو این نقطه ای که حالا اسمشو مثلا بگیریم سی، مثلا تو نقطه سی فرضاً، تو نقطه خاصی که راجبش داره چیکار کنیم صحبت می‌کنیم. این مدل شکل حتی به شما راهنمایی می‌کنه که بعضی ما شیبه خط لحظه ای، شیبه مثلا مماس لحظه ای ممکنه از این شیبه چی باشه بیشتر باشه، شاید یه جایی مثل این شیبهش کمتر باشه، یا یه جایی مثل این وسط مثلا تا شیبهش با این مساوی باشه، یعنی متفاوته دیگه. این مثلا میشه یه شکل کشی که هر کدوم از اون که بیشتر یا کمتر هم باشه، حتی مساوی هم باشه. تموم شد دیگه قسمت هم ریزکاریش، رفتیم جلو. شماره دو رو بریم با هم، بیا جاهای خالی رو با عبارت مناسب پر کنیم. جواب های دوباره کوتاه برای جا خالی هایی مثلا چی دم دستی، برای اینکه تابع AX به تابع تابع خطی معرفی شده در جیلی که خطی آشیبه، بیان که چی هستش، عرض هست مبدأ دیگه، در دامنش هم سودی باشد هم نزولی. تا تنها مدل تابع، نه تنها تابع، تنها مدل تابعی که هم سودی هم نزولیه تابع چی هست؟ خط و فرو، تابع ثابت، مدل تابع ثابت. خب یعنی که خط ثابت پس شیب نباید داشته باشه. اگه میخوای شیب نداشته باشه، مقدار آیری ضریب ایکس باید چی باشه؟ برابر با سه باشه. تمام. پس الان من تو دو قسمت الف اون مقدار آ برابر با چی باید؟ جاخاری باید چی پر کنم؟ جاخاری باید با سه پر کنم. یه بار دیگه هم بکشیم بحثشو ببین، اگه اینجا محور ایکس باشه اینم محور یک، این مدل خطا که سعودی هم مشکلی نداریم دیگه. مدل خطای دیگه مثل این چی هستن؟ نزولی هستن. اینجا با هم دیگه مشکل ندارم، شیب موسا شیب مفروض. تنها مدل خطی که هم سوده هم نزولی مثلا اینه که بعد اینجا خط ایگه موسا یه عدد بی باشه، شیب نباید داشته باشه، شیب نباید داشته باشه، یه خط توفه باشه، یه ضریب ایکس باید چه باشه؟ صفر باشه. گزینه ای که اونجا پر میکنی، کلمه که پر میکنی صفر دیگه. ریزکاریاش تمام. بریم شما چند دو قسمت به دوره تنوع و مقدار مینیموم این تابع سینوسی رو میخوام. سینوسی یا کوسنوسی فرق نمیکنه. دوره تنوع 2π تقسیم بر ضریب x تمام. چه سینوسی باشه چه کوسنوسی. ماکسیمم مینیمومش رو چجوری پیدا میکنید شما؟ ماکسیمم مینیمومش رو به جای سینوس کلا یه بار یک میذاری، یا به جای سینوس یه بار کلا منفی یک میذاری. اتوماتیک وار شما چی پیدا میکنی برای من؟ یک دو تا y پیدا میکنی، یکیش مربوط به ماکس، یکیش مربوط به مین هستش. بریم این جا خالی رو با هم پر کنیم. دوره تنوع و مقدار مینیمم رو میخوام. پس ببینید به ترتیب، اگه شما تابعی که به من دادی اف ایکس مساوی با دو تا سینوس ضریب ایکسش رو نگاه میکنی، پی دوم ایکسه، منهای چند؟ یک. اگه دوره میخوای از من که راحتم میگم دو پی تقسیم بر ضریب ایکس که چی باشه؟ پی دوم باشه، پی و پی کنسل، جواب چند میشه؟ چهار. جا خالی اول چهار پر میکنی، پس میشه چهار و حالا جا خالی دوم. دو تا ایگرگ بر من حساب کنیم، ایگرگ مساوی ایگرگ مساوی به جای کل سینوس، این کل سینوس به جاش کلا یه بار یک میذاری، یه بار منفی یک میذاری. دو منهای یک جواب یک، اینجا هم میشه منفی سه. اونی که کمترینه یعنی منفی سه، اون نقش چی رو بازی میکنه برای شما؟ مینیمم. پس جا خالی بعدی رو باید چی پر کنم؟ منفی سه. چهار و منفی سه است. ماکسیمومش هم که چند؟ یک. تمام. بریم قسمت پ با هم صحبت کنیم. قسمت پ دوره تناوب اصلی تابع تانژانت ایکس. نمودار تانژانت ایکس رو تو ذهن داشته باشی، دوره تناوبش هم دیگه اصلا حفظی، پی جا خالی پی هستش. برای قسمت پ بذار تانژانت رو یه بار دیگه هم برای شما رسم کنیم که قشنگ تو ذهنت بشینه که آقا مثلا چرا دوره تناوبش پی هستش. ببینیم ما تو قسمت پ که اینجا الان داریم صحبت می‌کنیم راجع بهش، یه محور ایکس ایگرگ، اینجا چند نقطه چند نقطه لور دربند بود دیگه تانژانت، اگه یادتون باشه این تانژانت یه لور این مدلی میداد، اینجا شم منفی پی دوم، اینجا هم شم پی دوم. ببین پهنای کارش از منفی پی دوم تا پی دوم یعنی بنزه چی هستش؟ پی. یعنی من اینو پر میکنم، دوره تناوبش رو بنزه چقدر؟ پی. آقا یه دوره جلوتر دوباره همین تکرار میشه، بله 100%. یعنی من الان یه دوره تناوب دیگه اینجا بزنم اینجوری مدلی، دوباره این شکل این مدلی تکرار داره. پی دوم یه پی جلوتر سه پی دوم، دوباره خط مجانب قایم بعدی و به سمت عقب و سمت جلو. پی دوم اشتباهی که اکثر بچه‌ها میگن، فکر میکنن که آ دو تا پی دوم، نه پی دوم پی دوم پی دوره تناوب دور تانژانت چی هستش؟ ایکس هستش دیگه. اینم از شما چند دو. بریم شماره 3 رو با هم مطالعه کنیم. شماره 3 چی میگه آقا؟ در چند جمله یه در سه داده، یه چند جمله داده x به ضرب ax به ضرب x به ضرب b، a و b رو تعیین کنید که باقی مانده است بر x منه 4 و بر x به ضرب 2 بخش بر 3. آقا باقی مانده چجور پیدا میکرد؟ کاری نداشت که
میشه گفت بیشتر سال حسابانیه که باقیمانده شما این ریشه اینو پیدا میکردی میذاشی داخل اون میشد باقیمانده که قرار مثلا چند باشه چهار اینجا چه کار میکنی؟ آقا ریشه اینو پیدا میکنی منفی دو میذاری داخل این باید بشه باقیمانده چند؟ چون بخش بزرگ گفته صفره خب تموم شد دیگه من دو تا رابطه پیدا کردم که اتوی میتونم پارامترهای ای و بی رو استخراج کنم بریم محاسبات و حساب کتابش رو با هم دیگه انجام بدیم ببینیم تابی که من شما داده بود ایگرگ موسی با ایکس 3 بود شماره چندیم 3 دیگه ایکس 3 به اضافه آ ایکس 2 به اضافه ایکس به اضافه چند بود به راجع به ایکس من ها یک وقتی داری صحبت میکنی اینو موسی با 0 میذارم ایکسش رو پیدا میکنم چند 1 حالا که ایکس رو پیدا کردم یک اف یکتون باید بشود اون عدد باقی مانده که من تحویل دادی چند اون عدد باقی مانده میگه آقا چهار خودش داده یک رو بذار تو تابه میشه یک به اضافه آی به اضافه یک به اضافه بی چند چهار پس آی به اضافه بی موسه با این دوتا یک میرون دو میشه که از اون کم میشه میشه چند دو. یه رابطه اینجا گیرت اومد رابطه بعدی آقا پرانتز بعدی که ایکس به اضافه دو هست اون موسه با صفر به شما چی میده صفر میگه منفی دو میگم عزیز جان تو اون تابه اگه منفی دو بذاری باید به باقیمانده برسی که چون گفته بخش پذیری باید به چی برسم به صفر برسم منفی دو رو میذارم داخل این تابه منفی 8 4 آ منفی دو اینجا بذارم منفی دو به اضافه بی باید موسو چند باشه صفر یه خورده مرتب کنم 4 آ به اضافه بی اینا میشن 10 میرن اونور دیگه دارم یه دستگاه حل میکنم برای تو آ به اضافه بی مساوی 2 4 آ به اضافه بی مساوی 10 نیازی هم نیست که نحوی حل دستگاه بهش بفهمونی چیه همینا مینها کنی میشه 4 آ میشه 3 آ مساوی اینا مینها میشه 8 آ رو پیدا میکنم چند 8 سوم بعد اتوماتیک بی رو برات میخوام پیدا کنم 8 سوم میرم و منفی 8 سوم 6 سوم مینهای 8 سوم میشه منفی چند 2 سوم دیگه یه چک کنم خیرم راحت باشه اونجا باید یک میذاشتم که یک گذاشتم یک اضافه آ اضافه بی اوکیه اینجا منفی دو باید میذاشتم که میشه منفی 8 4 آ منهای 2 اضافه بی اینجا اوکیه یه خورده شک برم داشت که این پارامتر 8 سوم منفی 2 سوم باشه 4 آ اضافه بی مساوی چند 10 مرتب 3 آ میشه اینا با هم میره اینجا هم میشن 8 8 سوم اونم میذارم اونجا منفی 8 سوم باشه 6 سوم میشه منفی 2 سوم تمام ببین شما چند 4 شما 4 میگه چند جمله x5 به اضافه 1 رو بر حسب x به اضافه 1 تجزیه کنید آخه دیگه سوال از این ساده تر اون اتحاد چاق و لاغر پیش رفتر داره به کار میبرد یه پرانتز x به اضافه 1 رو می‌نویسی اون یکی هاشو با مصب منفی می‌بینیم به سمت چیه جلو از اون اتحاد an منهای bn و an به اضافه bn های معروفه که با هم یه چند باری نوشته بودیمش دیگه نیم نمره هم داره دیگه بذار اجراشو ببینیم قشنگ دیگه 4 نیم نمره‌شو بگیریم با هم دیگه چی بود این شماره 4 میگه x5 به اضافه 1 مساوی 4 لاغرش میشه x به اضافه 1 توان 5 این 1 به توان 5 بنویسم راحت ترم خب پرانتز بعد اون پرانتز اصلی رو میخواد دیگه خب اینجا x5 x اینجا چی هستش x4 حالا بریم جلوتر یک توان این کم هی به توان این چی بشه اضافه البته یک که دیگه توانش یک که دیگه فرق نمیکنه مثبت منفی منفی x به توان 3 دیگه یکش رو نمیذارم به اضافه x2 دیگه یکش رو نمیذارم هرچی یک اضافه میشه توانش رو ولی دیگه آخر یک که دیگه نمیشه نداره که منهای x توانش کم یک رو دیگه نمیذارم به اضافه چند یک فقط میمونه x کم میشه دیگه فقط یک میمونه تمام شد شما تجزیه کرده رسما ایشون هم همین کار خواسته بود که بر حسب عامل x به اضافه یک تجزیه کن که تجزیه هم کردم نیم نمره شو گرفتم بریم سوال شما چندمون پنجم معادله مثلثاتی بعد یه جور تلاش کنم که دو بر سینوس دو بر کوسنوس یا دو بر چی بشه تانژان بشه دیگه خوب نگاه کنم سینوس اینجا میره ولی یه کوسنوس داره نه بیا یه کاری کن یه جنسشون کن یعنی به جای سینوس یک بنویس سینوس دو سینوس دو دیگه یک بنویس کوسنوس دو بنویس که همشون مدل کوسنوسی بشن راحت تر بتونیم حل کنیم اوکی این کار انجام بدیم ببینیم من دو دارم اینجا به جای سینوس دو اینم حالا 9 کوسینوس x به اضافه 3 مساوی با 0 به جای سینوس 2 اش می‌نویسم 1 منهای کوسینوس به توان 2 x این مدل یه ذره مرتب کنم 2 منهای 2 تا کوسینوس 2 x به اضافه 9 اینم سر جای خودش اینم 3 مساوی با 0 همه رو ببریم اونور مثلا این مثبت بشه بره اونور میشه چند 2 تا کوسینوس 2 x این 9 کوسینوس میاد اونور میشه منفی 9 کوسینوس x 2 و 3 میشه چند 5 بیاد اونور میشه چی منفی 5 مساوی 0 یه معادله داشت 2 دارم میگم دلتا میگیری دیگه دلتا میگیری قبلا برای x ها مثلا دلتا اینا میگفتی الان برای کوسینوس داری مثلا دلتا میگیری چه فهم ب2 81 4 آ
اینم 3. خب پس میشه 81 به اضافه اینجا چقدر میشه؟ 8 میشه 40 تا دیگه. آقا کلا 120 تا چند یک. کوسینوس x داری پیدا میکنی ها. حواست جمع x نیست کوسینوس x. منفی b یعنی 9. مصب منفی جذر این که چند باشه 11 باشه. دو آ هم یعنی چند 4. دو تا حالت بر من میره جلو. با مثبت یه جلو فعلا. با مثبت میشه 24 و 5. آقا داریم کوسینوس 5. آقا بیشتر از یک دیگه. غیر قابل قبول. این است. بریم با منفیش بیام جلو. کوسینوس x مساوی منفی 2 4 و منفی 1 دوم. آره اینو داریم. یک دومشو که مطمئن نم داریم، یعنی کوسینوس چی میشه؟ کوسینوس پی سوم میشه 60 درجه خودمون دیگه. متو خدایا منفی که نمیتونم بچپونم تو، چون این منفی رو بعد بفرستم داخل یک کوسینوس دیگه. کوسینوس منفی اگه داخلش باشه حس میکنه. چیکار کنم کوسینوس منفی رو به دومی جواب بده؟ روب دوم کوسینوسا منفی ان دیگه. منفی یک دوم خانواده پی سوم، بگو روب دوم پی من های پی سوم 180 من. یعنی من اینجا یه دونه کوچولو ریز حواس جمع باشین پی من پی سوم میذارم. خب پس الان شما داری کوسینوس x مساوی با کوسینوس چند؟ 2 پی چندم سوم. دوور کوسینوس آماده است. دوور کوسینوس یه ضرب جواب میدادیم آقا، دو کاپی مساوی منفیه یا مساوی منفیش میذاشم سمت چپه سمت راسته 2 پی چندم سوم. خب معادله حل کردی دیگه، دو کاپی مساوی منفی 2 پی سوم. نمرش هم که ماشاءالله یه نمره تموم شده است. یه تغییر ساده و یه دلتا و کوسینوس پیدا کردن کار خاصی نداشت، حواستون جمع باشه. دست رو نکته خیلی مهمی گذاشتی اینجا تر را. منفی جواب کوسینوس باشه. ما معمولا سینوس جوابش منفی باشه، منفی میچپونیم داخل اون سینوسه. مثلا میگفتم این سینوس مساوی منفی یک دوم، میگفتیم پیشیشو منفی پیشیشو. اما تو کوسینوس جواب منفی پیدا میکنین از روب دوم استفاده میکنیم که پی مین های باشه دیگه. اینو حواستون جمع باشه. بریم شما چند؟ 6. حد معمولا حد در بی‌نهایت و حد بی‌نهایت حدهایی هستن که تو سال استران 12 امتحانی از شما مورد سوال واقع میشه دیگه. چی ببینیم؟ x به سمت 3 راست براکت دارم، از طرف دیگه 3 مخرج رو صفر میکنه. به نظر میاد که حد بی‌نهایت باشه، یعنی جواب حد بی‌نهایت. جواب حد بی‌نهایت رو حتما 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 باید چیکار کنی؟ مثبت یا منفی بودن بی‌نهایت رو مشخص کنی. براکت رو فعلا خلاص کنیم بعد با هم صحبت میکنیم. اول براکت خلاص میشیم همیشه. آه x از 3 بیشتره، پس براکت یه همچین چیزی منطقا باید باشه چی؟ 3 و خورده یه دیگه، میگی 3. پس من نمی‌نویسم، مثلا به مبهمینش توجه نمی‌کنم. 3 منهای 2 3 منهای چند x، x به سمت 3 راست. یه بازنویسی کن ساده کاری، لیمیت x به سمت 3 راست اینجا 1، اینم این مدلی. خب تمام شد. حالا دیگه ساده کاری که نداره، نه ادامه عدد میدیم. 3 منهای 3 که میشه 1 0 و جواب میشه برای شما چی بینم؟ اینجا تا اینجا تکلیف مشخصه، اما صفر مخرج رو روشن کن تکلیفشو. یه بار دیگه x بیشتر از 3، این 3 منهای 3 x رو ببر بغل دستش، 3 منهای x میشه 0 بیشتر از 3. یعنی 3 منهای x میخوام بگم از 0 کمتره، از 0 کمتر، این 3 منهای x 0 0 0 0 کمتره. آقا مثبت منفی میزنی چی بر من؟ منفی بینت و علامتاشو مشخص. قسمت بعدی قسمت به حد در بینایت. تو حد در بینایت چی داریم؟ الگو بیشتر درجات صورت و مخرج رو انتخاب میکنی و ساده کاری میکنی. شاید یه جایی هم به الگوی عدد تقسیم بینایت رسیدیم که میگیم چی صفره، بینایت تقسیم عدد هم که میگیم جوابش بینایت، باز هم باید علامتش مشخص بشه. کلا هر جا جواب حد بینایت میشه باید علامتش مشخص بشه. حالا ببینیم اینجا چه اتفاق میفته. آقا لیمیته، چون بحث حد در بینیته، بیشترین درجه صورت منفی 2x رو انتخاب میکنم، x به سمت مساوی، بیشترین درجه مخرج 4x. ساده کاری میکنم، لیمیت تا اونجا که میشه دیگه، x به سمت چی؟ مساوی بینید x2 با x یه x میمون تو مخرج، اینم میشه چی؟ 2 یه منفی 1 هم بود دیگه. بیشتر از اینم که ساده نمیشه. جواب منفی 1 اینجا میشه مساوی بینید. ببین دو تا مساوی بینید میشه مساوی بینید. عدد بری بینید تو میذاری چی؟ هم من 0 و تموم شده است. اینم یک نمره مثلا برای چی؟ برای شما داشت که تو الف و ب پخش شده بودی. بریم شما چند؟ 7. مجانب افقی و قائم. معمولا نکات تستی تو اینجور تیپ های مثلا سوال امتحانی شما برخورد نمی کنه. مجانب افقی میخوای چیکار میکنی؟ حد در بینهت رو میگیری. مجانب قائم میگه آقا مثلا باید جواب بینهت بشه، حد بینهت بشه مثلا برای شما، و میگیری معمولا میگیری به مخرج مساوی است. یا کنیم چیکار میکنیم؟ کسریه که هم مخرج داره رون باید صحبت کنم موجب قامش پیدا کنم، همین که حد در بینیش رو بگیرم برای شما چه کنم موجب فوقش هم حساب کتاب کنم. بیا اینجا چجوری؟ اول کدوم با هم حساب کنم موجب فوقی رو با هم دیگه صحبت کنیم. خب
میگم عزیز جان تو مجرب افقی میخوای بعد لیمیت بگیری x به سمت چی بی نهایت از تابع fx ببینم به چی میرسی دیگه. پس اینجا مثلا لیمیت میگیرم x به سمت چی بی نهایت 2x به اضافه 5 قدر x من 1 اینجوری. حالا چون بحث بی نهایت شما منطقا باید از چی استفاده کنی؟ از بیشترین درجات. اینجا بیشترین درجه 2x، بیشترین درجه اینجا هم قدر x. اینجاست که میگم فکر و قدر کردی میگیرم یه دو شاخه باز میکنی بر من. یه بار x به سمت مثبت بی نهایت میرم، یه بار چی x به سمت منفی بی نهایت میرم. آقا تو مثبت بی نهایت میرسن 2x x هم جواب دو، y مساوی با دو برای شما میشه چی؟ یه مجرب افقی، مجرب افقی پیدا کردی. اینجا هم x به سمت منفی بی نهایت میشه 2x، قدر میاد بیرون میشه منفی x، ساده میشه میشه منفی دو، y مساوی با منفی دو هم میشه برای شما مجرب افقی بعد. یعنی ادعا میکنم چند تا مجرب افقی داره؟ دو تا. بریم سراغ چی؟ مجانب قائم. هدف رو براش بنویس. هدف اینه که آقا y اون بره به سمت بی نهایت، جواب y اون بی نهایت بشه. پس نتیجه اخلاقش اینه که باید حتما یه جورایی مخرج مساوی با چند باشه؟ صفر. چون مخرج صفر تو رو به بی نهایت میرسونه منطقا دیگه. خب پس اینجا مخرج قدر x منهای 1 مساوی با صفر، قدر x اون میشه مساوی با چند 1، دو تا x برام پیدا میکنه، x مساوی با چند 1، x مساوی با چند منفی 1. چه کنی وقت صورت این هم صفر نکنه؟ یک صورت رو صفر نمی کنه، تایید مثلا گرفته، منفی یک هم مثلا صورت رو صفر نمی کنه، تایید گرفته. چند تا مجرب قائم داره؟ دوتا. پس دوتا افق داریم، دوتا قائم که من اونا رو برای شما چکار کردم؟ پیدا کردم، یک و نیم نمره. بریم شما چند؟ هشت. میگه با استفاده از تعریف مشتق خط مماس برای منحنی در نقطه سه بنویس. آقا خط مماس نمیشن کاری نداره که، نقطه رو پیدا میکنم مشتق میگیرم شیب پیدا بشه بعد مورد خط میمیسن. فقط اگه نمیگفت تعریف مشتق که من هم عادی بلد بودم مشتق رادیکال رو بگیرم، مشتق میگفتم عدد میذارم شیب پیدا میشه. کی داده گفته حتما با تعریف مشتق برو دیگه، اون یه بحث شده است. از خود معمولا اون تعریف مشتقی که خیلی راه دسته برای شما f x منهای f a تقسیم بر x منهای a هست، به کمک اون میایین مثلا شما شیب رو برام پیدا میکنی. بریم این کارو براتون انجام بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد نداری اینجا هوپتر مفتر اینا بزنینا، حواستون جمع باشه، اینجا امتحان نهایی است، فضای نهایی. میگم آقا f پریم 3 رو میخوام. اولا که تعریف رو بخوام بنویسم، تعریف مشتق x به سمت 3 f x منهای f 3 x منهای چند 3 موسه با اینو یه خورده ببریم جلو، x منهای 3 f x که اینجاست رادیکال x منهای 2 منهای x به سمت چند هم از 3 دیگه. f 3 رو باید پیدا میکردم. ببینید شما تو صورت سوال باید f 3 رو میدادی و پیدا میکرد، چون لازمه بالاخره نقطه رو برای خط مماس نمیشنم لازم داشتیم دیگه. 3 بزنم 3 منهای 2 میشه 1، رادیکال 1 کنم 1، یعنی یه نقطه ای داشتی که 3 دادی چند شد 1. f 3 به هر حال چند 1. من مطمئنم همش این تعریف مشتق اولش یه 0 0 رومه، اولش 0 0 روم. پس همون گام اول برو برای خلاصی از 0 0 روم، هوپتال مفتال نگیری نه، اینجا تست نیست، برای بار دوم دارم تکرار میکنم. چیکار کنم؟ پس آقا ثابت هیچ مزدوج خودمون رو ضرب کنیم، بالاخره که بعد x منهای هست بشه دیگه. پس میام این کارو میکنم، لیمیت مینویسم اینجا رادیکال x منهای 2 منهای 1 رو توی پرانتز رادیکال x منهای 2 منهای 1 به اضافه 1 ضرب میکنم، هم بالا هم چی هم پایین. x به سمت چند هم هست؟ ادامه میدم لیمیت اینجا x منهای 3 هنوز منتظر هست و ما هنوز ندیدم هست و اینجا اتحاد مزدوج رو کردی، اولی به تمام رادیکال میپره x منهای 2 منهای 2 به تمام چند میشه 1، x مونم به سمت چند 3، x منهای 3 x منهای 3 اینجا ظاهر شد. پس هست اینجا انجام میگیره میشه چند بر شما 1. تو باقی مانده این بس شما x رو چند میذاری 3، 3 بذارم میشه 3 منهای 2 میشه 1 1، 1 بذاری جواب میشه برای شما چند 1 2. این شد شیب. نقطه هم که داشتی معادله خط رو چجوری می‌نویسیم تو بحثای معادله مماس نمیشه این نفعه y منهای y 0 m در x منهای x 0 میشه معادله خط مماس، y منهای y 0 ش 1 شیب رو پیدا کردی 1 دوم در x منهای چند 3، اینو ادعا میکنی معادله چی هستش؟ معادله مماس هست و